مشاور نخست وزیر عراق در شهر مقدس کربلا با عارف نصرالله مسئول روابط عمومی دفتر آیت الله سید صادق حسینی شیرازی در کربلا دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار عارف نصرالله ضمن گلایه از کاستی هایی که در جریان زیارت اربعین سال جاری در شهر مقدس کربلا رخ داد گفت حرم امام حسین علیه السلام قطب نمای عاشقان از این سر دنیاست. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید الله مسئول روابط عمومی دفتر آیت الله رزما سید صادق حسینی شیرازی در کربلا در دفتر خود در شهر مقدس کربلا با شیخ عامر الجبوری مشاور نخست وزیر اراق دیدار و گفتگو نمود به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه در این دیدار عارف نصرالله در رابطه با عدم ارائه خدمات مناسب به زائران اربعین در سال جاری و قطع مداوم برق علا رغم قول مساعد دولت مبنی بر قطع نشدن برق شهر مقدس کربلا در ایام اربعین که شاهد ورود بیش از 20 میلیون زائر از داخل و خارج عراق بود مطالبی بیان شد نصر در ادامه گفت عمده مسائل و مشکلات فراروی زیارت اربعین با توجه به وسعت و گستردگی و نوع آن مستلزمه به کارگیری حداکثری تلاش دولت در کنار مردم است اما متاسفانه در ایام زیارت اربعین کاسی های زیادی نسبت به زائران در زمینه برق آب و نظافت مشاهده شد مسئول روابط عمومی دفتر آیت الله العظما شیرازی در کربلا در ادامه افزود از نظر ما مسئولیت عمده در این کاستی ها بر عهده دولت می باشد و امیدواریم که در آینده دولت عراق بتواند بر کمبودها و اشتباهاتی که در ایام زیارت اربعین رخ داد فائق آید و توجه داشته باشد که شهر مقدس کربلا یک شهر در مقیاس جهانی است و نباید همانند یک شهر عادی محسوب شود چرا که حرم های متحر امام حسین و حضرت اول فصل عباس سلام الله علیه ما قطب نمای دلهای عاشقان در این سوی جهان است. شیخ آمر رجبوری مشاور نخست وزیر عراق نیز به نوبه خود از برخی کاسی هایی که بعضا به دلایلی ناخواسته در جریان زیارت اربعین رخ داده عضو خواهی نمود و در ادامه تاکید کرد که شهر مقدس کربلا در آستانه رشد و پیشرفت جامعه شهری و خدماتی است و نخست وزیر اراق هم قول داده که پروژه های خدماتی بسیار بزرگی را برای شهر امام حسین علیه السلام به اجرا درآورد و بدون شک تمامی این خدمات سزاوار این شهر می باشد بلکه این شهر شایسته خدماتی بیش از این است الجبوری همچنین با اشاره به نقش اجتماعی و انسان دوستانه مرجعیت شیعه آیت الله سید صادق حسینی شیرازی که علاوه بر نقش دینی و فکری احتمام ویژه‌ای نسبت به شعائر دینی دارند از معظم الله قدردانی و تشکر کرد